سلام به دوستای عزیزم، به کانال تیستی تریتز خوش اومدید. امروز میخوام شیرینی قطاب درست کنم، با من همراه باشید. ابتدا کره به دمای محیط رسیدمون رو با ماست ترکیب میکنیم. ماست میتونیم ماستمون کم چرب باشه یا پرچرب، فرقی نمیکنه. ولی اگه پرچرب باشه خمیر بهتری رو داریم. با هم دیگه مخلوطش میکنیم. یکم که مخلوط شد وانیل رو بهش اضافه میکنیم. ماست و کرمون که مخلوط شد، آردمون رو کم کم الک میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. آرد رو کم کم اضافه کنید چون درصد رطوبت گیری هر آردی متفاوت. به این حد که رسید لیسکمون رو کنار میذاریم، از قاشق استیل استفاده میکنیم. مقدار مواد رو من تو توضیحات براتون مینویسم. خمیرمون به این شکل که در اومد، روی میز کارمون یه مقدار آرد میپاشیم و شروع میکنیم به ورز دادن. نیاز به ورز دادن زیادی نیست، فقط در حدی که خمیر از اون حالت چسبندگی در بیاد کافی. خمیرمون جمع شد. الان دیگه میذاریمش داخل یه پلاستیک، میذاریمش توی یخچال به مدت 2 ساعت. باید 2 ساعت استراحت کنه تا کاملا خمیرمون خنک بشه. تا خمیرمون استراحت میکنه مواد داخلش رو آماده میکنیم. برای شیرینی میتونید از مغزایی مثل گردو، بادوم و پسته استفاده کنید که من از گردو و بادوم استفاده کردم. اول میایم اونا رو آسیاب میکنیم. گردوامون رو، بادوم آسیاب میکنیم و اضافه میکنیم. یه مقدار هل داریم و پودر شکر. پودر شکرمون رو باید حتما الک کنیم. با هم ترکیب میکنیم. پودر هل اندازش دلخواه است، هر چقدر که دوست دارید میتونید اضافه کنید. بعد از استراحت خمیرمون رو از یخچال در میاریم و به قطری 0.5 سانتی متر با بردنه پهنش میکنیم. اول یه کمی آرد پاشی میکنیم.
یه قابلمه لبه دار رو روی اجاق گاز بذاریم و یه مقدار روغن داخلش میریزیم، میذاریم گرم بشه. روغن باید جوری باشه که سطح قطابامونو پر کنه. روغن کم نریزید. میذاریم که روغنمون داغ بشه. برای کاتر کردن من از سر یه شیشه استفاده کردم و شما میتونید از هر کاتری استفاده کنید. به این صورت. خمیر رو برمیداریم. دستمون رو یه حالت گود میگیریم. اینجوری. از موادی که آماده کردیم میریزیم داخل خمیرمون، لباهاشو یکم با دست اینجوری نازک میکنیم، اینجوری میاریمشون روی هم، فیکسشون میکنیم به این شکل. بعد اینجا رو تا اونجایی که امکان داره نازک میکنیم. حالا به این صورت میپیچیم. لبه ها رو تا میتونیم تا اونجایی که امکان داره نازکشون میکنیم برای فرم دهی. به این صورت. بعدم اینجوری میپیچیمش. اینجوری. روغنمون که داغ شد قطابامونو به طور برعکس، یعنی اینجایش که پیچیدیم میذاریم داخل روغن داغ. اتابامون که طلایی رنگ شد از داخل روغن درش میاریم و میذاریمش توی ظرفی روی دستمال تا روغناش گرفته بشه. اتابا رو که دارین درست میکنید سعی کنید همون لحظه داخل روغن بذارینش. اینجا قطابا رو اگر بچینید رو هم دیگه بعد بخواید یه دفعه اینا رو سرخش کنید خراب میشه. به همین ترتیب ما کل خمیرمون رو میپیچیم و سرخ میکنیم.
وقتی قطابامون خنک شدن توی مخلوط پودر شکر و هل میقلطونیمشون. قطابامون نباید خیلی گرم باشن و نباید خیلی خنک شده باشن. برای جذب پودر شکر بهتره که قطابا ولرم باشن. با پودر پسته هم تزئینشون میکنیم. قطابای اصل ایرانی ما آماده است. درست کنید و لذت ببرید. کانالم رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، لایک کنید و کامنت بفرستید.